شادی و هلهله در بیت رسالت و امامت موج می زند. قرصی از قمر، میوه شیرین دل حضرت رسالت پناه، جانشین مادر زینت پدر، همبازی حسن و حامی حسین سلام الله و سلامنا علیه مجمعین آمده است. پنجم جمادی الاولا سال پنجم هجری مدینه از یمن ولادت قمری از اقمار نورانی شد. او را به جهت نامگذاری نزد پیامبرش آوردند و پیامبر منتظر جبرائیل. جبرائیل نازل شد و خبر داد که خدایش زینب بخوندش. حضرت پیامبر گرامی اسلام در مسافرت بودند و به این خاطر منتظر ششتن تا پیامبر گرامی اسلام بیاید. بعد که پیامبر آمدند و حضرت علی علیه السلام نوزاد پیش حضرت پیامبر میاره و بعد میگه که نامی بالای این فرزند یا کودک بگذارید و بعدن حضرت پیامبر گرامی اسلام میفرماید که من در این امر از خدا پیشی نمیگیرم، یعنی خدا باید اسم این کودک نوزاد بگذاره. در امین جریان بودند که حضرت جبرائیل نازل میشه و به پیامبر سلام میفرسته و به پیامبر عرض میکنه نام این کودک میتونین که زینب بگذارین و بعد میگه که این نام خداوند انتخاب کرده که از برگزیده های نام خداوند است. معروف است زینب به معنای زینت پدر یا زینب میباشد. حضرت زینب سلام الله علیها وارث فصاحت، شجاعت، علم، ایمان و قدرت مناظره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود و این ویژگی ها را در جریان حوادث کربلا نمایان کرد. حضرت زینب سلام الله علیها یک نمونه بارز و کامل و تمام عیار یک زن و یک زن نمونه در جهان اسلام است، یک الگوی تمام عیار و هر زن مسلمانی میتونه به عنوان زن نمونه به ایشان نگاه بکنه، همونطوری که چادر از مادر ایشان به ما به ارث رسیده و همونطوری که حجاب و نماز که حضرت زینب سلام الله علیها یک نگاه ویژه‌ای بود داشتن، حتی در شب 11 هم که همه عزیزانش را از دست داده یک التفات ویژه بهمون داشته باشه، از نکاتی هست که ما میتونیم در زندگی روزمره ما از استفاده بکنیم. ایشان براستی جوهره کامل و سلاله بارز از حضرت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره علیهما سلام است. میراث علوی با لقب زینت پدر و میراث فاطمی با لقب فاطمه صغرا در ایشان متجلی است. همو بانویی که در هر فضیلت تمثیلی از پدر و مادر خیش است.